نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای پنجشنبه و جمعه سیوم شوال و اول ذی‌قعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به این حدیث معروف امام صادق علیه السلام که شفاعت ما شامل کسی که نماز را سبک بشمارد نمی شود فرمودند، استخفاف کلمه عربی است که امام صادق علیه السلام از این تعبیر برای فهم عرب عرف استفاده فرمودند. معظم الله در رابطه با حدود و مصادیق استخفاف نماز فرمودند، امام صادق علیه السلام حدود استخفاف را معین نفرمودند و ممکن است که استخفاف دارای مراتبی باشد. ایشان در رابطه با آثار استخفاف نماز فرمودند، آنچه که از معنای استخفاف نماز که موضوع برای حکم آن است برداشت می شود، این است که چنین شخصی شامل شفاعت اهل بیت علیهم السلام نمی شود. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با مفهوم استخفاف نماز فرمودند، از مفهوم استخفاف نماز به صورت قطعی این چنین برداشت می شود که انسان عمدن نماز را به تأخیر بیندازد به گونه ای که وقت نماز منقضی شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. لا هناك كل رواية والفقهاء ذكروا أن ذلك من المكروهات أنه اللي يخلي الصلاة في آخر وقت يصليها الصلاة تخاطبه وتقول له ضيعتني ضيعك الله هذا من المكروهات استخفافها بالتعمد لا ممكن أن يكون هذا من مراتب الاستخفاف أما مو محرز تأخير إلى آخر الوقت على كل مسألة عرفية بالمقدار للعرف يفهم أنه محرز مصداق للاستخفاف هذا موضوع للحكم وإلا لا